آقای منظرپور، الان مهمترین مسئله که داره مطرح میشه همزمان با این کنفرانس این هست که برای مبارزه علیه داعش، اینطور که آقای کیاری هم گفت، برای تشدید این مبارزه نیرو اعزام میکنه به سوریه آمریکا. چرا این کارو میکنه؟ چرا تغییر سیاست میده؟ دو دلیل میتونه وجود داشته باشه. یک دلیل در واقع حضور پررنگ روسیه در میدان مناقشه سوریه هستش. دولت ایالات متحده آمریکا هدف نقد منتقدانی بوده که گفتن خلأ ایجاد کرده با عدم حضور در این عرصه و باعث شده که روسیه بیاد و این خلأ رو پر بکنه. این انتقاداتیه که از سوی اکثرا نمایندگان جمهوری خواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده. ولی اگر ما عملیاتی تر نگاه بکنیم، علت میتونه این باشه که حضور این 50 نظامی آمریکا هرچند که به خودی خود تغییر محسوسی در موازنه قدرت در سوریه ایجاد نمیکنه، اما باعث میشه که برخی از مناطق، یعنی اون مناطقی که حداقل نظامیان آمریکایی مستقر هستن، از گزند حملات هوایی هم روسیه و هم ترکیه در امان بمونن. این نخستین گام میتونه باشه یا به طور جانبی باعث این میشه که اون مناطق به عنوان مناطق امن محسوب بشن و در ذات خودش میتونه که تا یه اندازه ای از روند عظیم مهاجرت به خارج از سوریه جلوگیری بکنه، چون که ممکنه عده‌ای در داخل سوریه برن به اون مناطق، مناطقی که دیگه در معرض حملات هوایی روسیه و یا ترکیه و یا ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی نیستن. این هم یک دلیل میتونه باشه.